بچه ها ما خیلی اتفاقی داریم میریم به سمت یک از رستوران‌های خوب شهر میرزا. من فکر نمی‌کردم اینقدر خارجی شهر باشه. هیچی معلوم نیست اولا. فکر میکنم اون چراغا باشه. خوب چراغا هم رفت پشت تپه. من یه دفعه جاده از آسفالت خاکی میشه به پشتیبانیه؟ بادم میزنه مثلا یه دفعه تندباد میاد به پشتیبانیشون هم زنگ زنگ گفت تابلوی نارنجی بگیرید و بیاین. یاده چیز افتادم نگم میدیدین یا نه این کارتون اسکوبی دونا آن ویز زدیم مثلا ویز میگفت سمت چپ بریم و یه تابلو داشت سمت راست اینا. این تابلو الان چی میگه؟ احتمالا همون میگه اون دیگه اون چراغا رو من دارم میبینم. کلن تاریک تاریک خاکیه. خود ویز هم دیگه حدودا یه مثلا ویز میگفت سمت راست دو کیلومتر آخر اصلا کلن نشون نمیده. چی شد؟ هیچی خاموش شد. نمیدین چه بادیه. ما الان سمنان دمای 43 درجه است. اینجا خیلی خنکه. هیچی خوش دیده نمیشه آنه آینه خوشو خواهی کمایی بگیری. چرا خاموش نمیدونم چی پشت دیده نمیشه. خب داریم کم کم میرسیم. پارسا میگه من شبیه دانشجوی چی شدم گفتی؟ دانشجوی هنر و گرافیک و اینا. میگه تیپی کرده اینا که میگه یه تخت شاسی کم داری. آقا اون موقع چیزم کیپ هم پشتم بود. آره آها آبادی بزن من بچرخونم. منصرف شدیم مثلا اولش گفتیم که احتمالاً اینجا یه چیز دیگه است. آخه تو ویز هم زده بود نوشته بود کشدارگاه. آره اسم خیابونم کشدارگاه. من پارسا میگفتم که داریم خیلی اجتماع میریم. یه دفعه هم دیگه جاده خاکی شد. همین برای بریم پارکینگ. پارکینگ زده بالاتر. آقا پس چه اینجا پارک کردن؟ من اصلا شیف دودل نکن. خب برو هر جا دوست داری برو. بکن بالاتر راحتره بریم. خب برو برو. بسم الله یا علی. اینه پایین یه ذره بالاتر بود. آخ از شیشه رو بودم عجب هوایی. کاش میشینی هوا رو هم بهتون رشته نکنم. چند درجه از لوب شدیم ما. میخواستم پارسا بگم یه سوی شرطی چیزی بیاریم ولی گفتم مسخره است دیگه. ما این میشه اصلا قصد نداشتیم ویدیو بگیریم دیگه. دیدم اینجوری خوفه گفتم ما خیلی هم داغونیم تابستون. آره فشرده آره دیگه نمیشه همه چیزو گفت. خیلی واقعا درد سر. چی؟ من یه روزی تعریف کنم. قفل فرمون رو باز تو باز کردی. میرم بعدا همیشه خودش باز میشه. خب من چی کنم دوباره مجموع شه با کلید دوباره بازش کنه. خب من ویزه رو خاموش کنم. سایبون ندانم چرا بدم. مریم یکی عادت هایی که داره همیشه اینه که سایبون رو هر جوری شده شب پارک کنه صبح پارک کنه میزنه. خب به خاطر این که چیزه مثلا شب پارک میکنم خب میمونه تا صبح برای اینکه آفتاب صبح اذیت نکنه. وارد نیست. بریم. چقدر خونه که هوا. خدا شکر. عجب هواییه. آره موبایل دست منه. وای عجب هوا. عجب هواییه مریم. آره کاش یه جوری تکنولوژیش بیاد. من همیشه میگم هوا یا بو رایحه رو خیلی دوست دارم به اشتراک بذارم ولی نمیشه. برو بریم سمنان. متاسفانه بچه موقع انتخاب رشته دست بهتون بگم که هواش به شدت گرمه و خشکه. الان ما 43 درجه است هوا. نه ترس ازم صده آب بود. نه ترس ازم
آره خیلی سوت و کوره. این دفتر موقع آره. بعد حالا هوای گرم یه طرف، آب از ساعت 1 ظهر قطع میشه تا 9 شب. نمیدونم، برو منم میام پشتاره. آخش ولی ارزشش رو داره. اینجا شهرمیرزاده بچه، یه شهری نزدیک سمنانه که با اختلاف اینکه فاصلش خیلی کمه، چند کیلومتر مردی هم میدونی؟ آره با این فاصله کمش هواش زمین تا آسمون فرق داره. برو بریم. سر و از این درامون ها وای خوبی میاد. باز نمیشه رایه هر رو اشتراف کنم. آره کلا همه چی خونه هم فکرم باز سر کجا؟ این اینه که کشف میکنم. من یاد بهشت جی تی ای افتادم. جی تی ای 5 بچگی بازی میکنم. 5 بود یا 4؟ آره یه بهشتی داشتش جی تی ای. فکر کنم آخه فضاش به نسبت وقتی... افراد سمنان زیادی بزرگه. آره کلان سمنان خیلی استقبالی نمیکنن از رستوران و جای گردشگری. دور و پرس بود. منم بیام لایک کنین اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتین. آن خیلی ویدیو یه هایی همسون. و اگه کانال هم دوست داشتین سابسکرایب کنین. یعنی میپوسم هم میوفتن. نه بابا نوه نوه. خب منم بشینم. بابا کلید تو جیب پشتیم بود. کلید خونه. آره اوه این چقدر پشتش تیزه. این چیه؟ اصلا نه تکیه. آه من چون چیز دارم کیف دارم. این چه تکیه گاهیه گذاشتن در اینجا ببینم. بچه ها راستی تو این تابستون، ما کلن تابستون که کلن پره متاسفانه یا حالا خوشبختانه، چون نزدیک 30-40 واحد توی کرونا ما عقب افتادیم. آره این صدای تاب خیلی رو اعصابه. وایسا وایسا. خب آره نزدیک 30-40 واحد عقب افتادیم. بخوام این تابستون هم پره، خیلی متاسفانه دستمون باز نیست بتونیم ویدیو بگیریم، ولی باز تا اونجایی که میتونیم ویدیو براتون میذاریم. به خصوص یه سری مجموعه ویدیو حالا هم من هم مریم براتون داریم میذاریم به تقاضای انتخاب رشته، به اقتضای انتخاب رشته، با رشته مختلف، بچه های مختلف. من چی میگم مریم چی؟ آره با بچه های مختلف تو دانشگاه مختلف تجربه هاشون رو میشنویم و مصاحبه میکنیم براتون میذاریم. حتما حتما بهتون توصیه میکنم ببینین. و کلا توصیه منم اینه که لزوما مثلا نباید شما بریم مشورت بگیرین از رتبه 1 کنکور که مثلا پزشکی دانشگاه تهران قبول شده. چون مسخره میکنی؟ نه من تعیین. چون خیلی از بچه ها الان مثل سارا زهرا اینا که مسابقه هم واقعا این تجربه خیلی خوبی دارن و از رشته هاشون هم خیلی راضی هن. کلن کباب و مزنه که من با سفارش قبلی باشه نمیارزه. سفاری هم زده ناموجود باداش. نمیارزه گوشتشو آماده کنم. یه صفحه فقط پیتزا داره، یه صفحه هم برگر. اینم نمای بیرونشه قشنگه. پیتزا پنیر چجوری میشه؟ میشه نون و پنیر. جدی داره پیتزا پنیر. آخ من کمرم صاف شد مریم. بریم داخل دیگه. بریم. آره دیگه گیر میکنه. اون بالا هم یه چیزی هست مریم. میتونیم جواب هایی. من واقعا سردم شد، اصلا باورم نمیشه صبح. بابا
گرمت باشه. هوا سرد شده اینجا. من گفتم دیگه درد نیست که سویشت بیارم. یه دفعه آخر دمای 45 درجه است. مگه میشه بیسکویت این ماماژیکا قشنگ دوباره قیمتا از بس که روز به روز عوض میشه میشه با الکل پاک کنن و دوباره بنویسن. یعنی چه برق میزنه اینجا. خب پیتزا که پیتزای بوسکوس قرار شد بگیریم به توافق. آره دو نفری پیتزا بگیریم. سیب زمینی چی؟ اونو من گفتم. سیب زمینی میخوای؟ سیب زمینی و سس آلفردو بگیریم. آره یا نون سیب بگیریم؟ نمیدونم. منم نمیدونم. سمنان تا لاینه نایده بیدم. آره بیرونش که اوه ویو داره اینجا. آه همینه. تازه ویوش رسیدیم. ویوش همین رو. این همه همه استوری میزش. آه این همه بده ها. اون تابه بود. آره این همهش با هم ویوش هم بیزا بهتره. برو برو. کجا بشینیم؟ من نشستم. خب بشینیم. چرا سرد میز؟ من دو دقیقه دیگه فکر کنم یخ کنیم مجبور شیم برگردیم. خب دیگه چه خبر من گفتم؟ خب اینجا جا داره. خیلی سرده. چه بوی خوبی میاد. بوی چه گلیه؟ بوی پیتزاه. نه عزیزم بوی گل میاد. این تو روز بیوش بکنم قشنگتر بشه. الان هم قشنگ دم غروب خوبه. بیاین دم غروب بیاین بچه ها قشنگ کیفش رو ببنیم. ما مصاحبه انتخاب نشون بشیم به همین دیشون. آره کم کم داریم فوتبلاگر میشیم. از هم با همین تیشرت ها یه ویدوی شورت گذاشتم خیلی بچه هم خوششون اومد. اون کافه رو برو دانش کدم. نه نه چی شد؟ آره فوتبلاگری خیلی شغل خوبیه به نظرم. شغل شریفیه. شغل تمیز. حالا الان اینو میگی الان فوتبالگرم اینو بهشون بر بخوره میگه نه شغل ما هم خیلی سخته فلان بهما. ولی اون تمیز بودن کار به نظرم خیلی مهمه. کار ما خیلی کثیفه. آره دیگه فوتبالگری فکر کن پول میگیری غذا میخوری ویدیو تو تولید میکنی معروف میشی مسافرت میری خیلی خوبه. فقط اینکه دیمو میشی. یعنی چی دیمو میشی؟ دیمو از واژگان از واژگان زبان سنگسریه. این بسکتو باید نمید. در واقع لب دیموه. به بچه هایی میگن که خیلی توپولن و دوتا لپن میگن لب دیمو. یه عکس اینجا میذاریم برای بعد من دیگه اونو فاکتور میگیرم به کسی که کلن چاقه میگم دیمو جز واژگان من در وردی خودم تقریبا. راستی بچه چند وقت پیش یه دونه ووت گذاشتم تو یوتیوب که ویدیوی بعدی دوست دارین چی باشه. مشاوره به سبک دکتر هولاکویی دیگه اولین تجربه سبکشی بالاخره قسمت آخر و الی آخر در کمال تعجب همچنان مشاوره کنکور به سبک دکتر هولاکویی رای آورد. خیلی مورد استقبالتون بود. حالا دیگه به خاطر همین هم همون مشاوره به سبک دکتر هولاکویی من هم بیشتر همین حالا یا فارسا تحدی میکنی. راستی یه چند تا نکته بکنم راجع به تام نیلا. بچه ها تام نیلای مشاوره کنکور به سبک دکتر هولاکویی همشون نارنج آبی هم. یعنی لزوما نمی نویسم دیگه توی تام نیلا. ولی هر تام نیلی که دیدیم مثل لوگوی همراه اول نارنجی آبی بود بفهم این که مشاوره کنکور به سبک دکتر هولاکویی و سوالاتون رو جواب دادیم توش. مصاحبه رو چه رنگی بوده؟ مصاحبه هم فکر کنم همه یاسی بنفش یاسی رنگ بنفش رنگ دیگه. مثلا باز آنباکسینگ ها رو اون نوشته هاش رو سبز طور میذاریم تو تم سبز میذاریم. ما غذا میخوام هنوز نیومدم وقته.
خیلی وقت نیم ساعتی شده. یه نکته بگم، این که دیدین ما نمیتونستیم انتخاب کنیم، مریم میگفت نون سیر، من میگفتم سیب زمینی، آخرام نمیتونستیم تصمیم بگیریم، این جزء یک از صفاتیه که میخواستم تو هنر شناخت مردم بهتون بگم، دیگه قسمت نشد. چی شد؟ چی شد؟ درد میکنه؟ مریم چشاش خوش شده یه مقدار، قطره با بریزیم بکنه. آره این هنر شناخت مردم از اون اول یک بیسای کانال بود و میخواستیم ادامه بدیم، ولی دیگه هی قسمت نشد براتون توضیح بدیم. به این صفتی که الان دیدین از ما میگن دریافتگری، یعنی این صفت دوتا حالت داره، یا باید دریافتگر طرف یا قضاوتگره. کسی که دریافتگره نمیتونه تصمیم بگیره، مصمم نیست، کلا سر همه چیز، سر هر چیزی شک داره. آره میتونیم اینجا الان مجموعه رو جمع کنیم، مسلط شدیم. ولی برعکسش قضاوتگری سریع و صریح نظرشو میگه و خیلی رو نظرش هم پافشاری میکنه. آره خیلی سرده. حالا میتونیم عوض کنیم یه ذره اون گرماهای سمنان از همون خارج بشه، میتونیم جامونم عوض کنیم. حالا نمیدونم اگه علاقه دارید بهم بگین تو کامنت ها، ببینم اگه نظر رو مثبت باشه ویدئوشو میگیرم، چون خیلی این هنر شناخت مردم یا همون تست MBTI که معروفه خیلی به کارتون میاد. من خودم وقتی که این علمشو خوندم و همه چیشو یاد گرفتم خیلی واقعا بهم کمک کرد، یعنی از 100 تا درس دانشگاه بیشتر به دردم خورد، حتی درس روانشناسی که خوندین خیلی چیزا. آره خیلی به درد میخوره. خودش مدل صندلی عروسی اونا قرمز بود، البته موبایلت هم بیا. وایسه وایسه چجوری آوردی جلو؟ یه دور دیگه تلاش کن بچه هم ببینن، ببینن که بیا افتی تو ازا خنده هم میمینه چجوری آوردی؟ فکرم میخواستی با تلفن حرف بزنی خیلی. وایسه وایسه نیفتی. خب پاتو بیا مثل موتورسیکلت این بر. آها آفرین. خب بریم سلامتی قیزم اومد، پا شدیم اومد. خوبه دیگه این قیم چی کپی رایت میخورم این درزم، این صدای اینم کپی رایت بخورم. اومده کجا بریم؟ اینجا که بخش کافش بود. این خدمت شما سلام، خیلی ممنونم، دستتون در نکنه، مرسی. وای چه بویی داره. جاتون خالی. چقدر ولی سرد شد. خوب موقع گرفتمش، گرفتمش. نه نه چیزی نشده، جب نده دیگه، همزمان داشتم فیلم هم میگرفتم. یاد توصیه های پورتوکولا افتادم، اون موقع که واکسن نبود همشون گودن شستن دست ها جا نمیشین به من جا میشم. این شراغش هم بامزه، چقدر بامزه هست به قول مرگم، خیلی وقت نمیدونم بزن دیگه. چه هست بسته بسته. خب یه تستم بکن. من میگفتم مثل این که بچه بودم انقدر سس قرمز داشتم، تو برنج هم سس قرمز میخوام. بخورش کن، نه یه گاز بزن. فود بلاگر داریم میشیم ولی داغ نبود. خوب بود. خب توصیه میکنی؟ یه نصیب هم بخور. آره یه نصیب هم بخور. بودو دیگه مخاطب وقتشون تلف شد. خوبه سه تا چنگال گذاشتی. از این آماده هاست به قیافهش میکنه، از این سیب آماده ها باشه. سوسش باش بده، سوسش آلفردوه دیگه.
خب جاتون خالی بچه ها خدافزی بکنی؟ نه ولی بعد آخر فعلا جاتون خالی غذا رو بخوریم ببینیم چی میشه فعلا بچه ویدیو رو اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین کانالمون رو سابسکرایب داشته باشین تا یه ویدیو دیگه به امید دیدار حالا آخرش میذارم چه شما میزنم؟ ببخش فعلا خدافز.